پیمان با خون خدا ارتش آزادی برپا، هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی برپا. بنگر که شده کرد با بلا میهن خون با، بنگر که شده کرد دو بلا میهن خون با. آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار، هم دیده ام اینجا علی اصغر پرپر، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی بر. سلام به همه شما هموطنان عزیز، در ماه محرم، ماه حسین علیه السلام، با شما همراه هستیم. حسین نامی است که یادآور فدای مطلق و گذشتن از همه چیزه، نامی که بعد از نزدیک به 1400 سال از حماسه عظیم کربلا، ترسیم کننده مرز عافیت جویی با پذیرش بها و هزینه آزادگی است. گویی که هر روز این پیام سرخ حسین نقش مسیر هر انسانی رو ترسیم میکنه که هر زنده‌ای راه و مسیر مرا میرود. اما این رهپویی حسین و به راه افتادن در مسیر حسین با همان عزم فدا میسر است. با این اشاره برنامه امروزمون رو شروع میکنیم. من رهرو حسینم با ظالمان به پیکار، تسلیم ناپذیرم در جنگ با ستمکار. همه آخر کجا نوشته در سوره های قرآن، تیر خلاص نفرت بر مغز نوجوانان. تا که یزید باشی بر دختران ایران، تا چند زن ستیزی شلاق و دار زندن. اسلام این نباشد قرآن نگفت این را، اسلام این نباشد قرآن نگفت این را. دین خلیفه تاریک آیین سنگ ساری، کشتن بریدن و داد تکرار عشق باری. یا حسین بنگر، حسین مظلوم با اسم تو شریران، نالین کین فشرده بر نای خلق ایران. اسلام این نباشد قرآن نگفت این را، اسلام این نباشد. اسلام خون و کاشتار، اسلام سوگ و دستار، روح محمد عظیم دین ریا که بیزار. نام خدا به خدمت در کار زبه انسان، دکان دین فروشی با نام او فراوان. اسلام این نباشد قرآن نگفت این را، اسلام این نباشد قرآن نگفت این را. من رهرو حسینم با ظالمان به بیمان، تسلیم ناپذیرم.
حسینی ایرانی ای کلاغا ای ملت حسینی نحس است این نجیم جا مانده از خمینی دور از من و تو باد و ننگ ستم پذیری محکوم ترس بودن در چنگ ناگزیری آقای ما حسین است آن کس که گفت هیها ای خواهر ای برادر منشین خمیده بر جات من رهرو حسینم ارزد رود سر دار سرهای شور شنگیز ننگ از زندگانی در سلطه ستم خیز برپا کن از محرم آتش به پا دوباره در کوچه ها قیامت این است راه چاره رسم قیام نورا بیدار کن بیدار یا مرگ یا رهایی بنویس روی دیوار تسلیم ناپذیرم در جنگ با ستم پا من ره رو به حسینم با ظالمان به بیبار تسلیم ناپذیرم در جنگ با ستم پا به راستی حسین این پیامبر جاودان آزادی زنده بودن رو در چی میدونست؟ پاسخ این پرسش رو با مراجعه به یک آیه از قرآن میتونیم پیدا بکنیم. آیه ای از سوره بقره که به جامعه تحت ستم میگه موتو و بعد زندهشان میکند ثم احیاهم، یعنی این زندگی بعد از پذیرش مرگ یعنی آمادگی فدا شدن زندگی واقعیه. بله، حسین این مرز رو برای انسان ترسیم کرد و گفت از این زنده بودن در زیر ستم بمیرید، چون این زندگی نیست، آنگاه زندگی واقعی خواهید داشت، چون تعریف واقعی انسان رو ارائه خواهید داد و جامعه را هم زنده خواهید کرد. بینندگان عزیز، سلام بر شما و بر همه دوستداران سرور آزادگان حسین ابن علی علیه السلام. همچنان آماده ایم تا با کاروان حسینی، کاروان عشق و رهایی که در آستانه حرکت همراه بشیم. در برنامه قبل اشاره کردیم به وقایعی که در مکه صورت گرفت و کسانی که از سر خیر خواهی به گمان خودشون میخواستن مانع حرکت امام حسین به سمت کربلا بشن، که امام حسین همه اونها رو رد کرد. در برنامه امروز میخواییم نگاهی به دو رو کرد و دو انتخاب با حرکت امام حسین بیاندازیم. زینب کبرا علیها السلام، خواهر حضرت حسین و عبدالله ابن جعفر، همسر این بزرگ زن تاریخ بشری. زینب علیها السلام برای حرکت با امام حسین از عبدالله همسرش طلاق گرفت. پدر عبدالله ابن جعفر برادر حضرت علی علیه السلام و از پیشتازان صدر اسلام بود، سرپرستی مهاجرین به حبشه رو به عهده داشت و بعد از هجرت پیامبر به مدینه بازگشت، در جنگ موته شرکت کرد و در اونجا به شهادت رسید. عبدالله فرزند جعفر طیار که در همون حبشه متولد شده بود بعدها در مدینه
با دختر عموی خودش یعنی حضرت زینب ازدواج کرد. عبدالله بعد از بزرگترین ثروتمندان مدینه شد و در این حال به سخاوت و پرداخت مال به فقرا هم معروف و مشهور بود. مشهوره که بیش از 1000 شتر و آبادی ها و خدمه بسیار داشت. اما زینب کبرا که در دامان فاطمه و علی علیه السلام بزرگ شده بود، اون چیزی که براش مهم بود داشتن یک زندگی آرمانی همراه با مبارزه برای برقراری برابری و عدالت اجتماعی. وقتی که پدرش مولا علی علیه السلام مرکز حکومت رو از مدینه به کوفه منتقل کرد، همراه پدرش به کوفه رفت. حضرت زینب چه در مدینه و چه در کوفه از زنان دانشمند صدر اسلام هم بود، به طوری که کلاس های درس بسیاری رو برای زنان میگذاشت و به او عقیله بنی هاشم گفتند. زینب علیها السلام که همیشه خودش رو تراز رهبری عقیدتیش میکرد، وقتی معاویه مرد و امام حسین در مدینه مورد تهدید جانی از طرف یزید قرار گرفت، به همراه حسین ابن علی از مدینه به مکه رفت و از اونجایی که دید همسرش عبدالله در این همراهی تعلل میکنه و بهانه سن و سال بالا و گرفتاری های زندگی رو میاره، قاطعانه از همسرش جدا شد و طلاق گرفت، در حالی که هیچ چیزی در زندگی کم نداشت. زندگی رو که نه در نام و نشان و جایگاه و آبرو چیزی کم داشت و نه در ثروت و مکنت، بدون حتی یک لحظه تردید و مکس کنار گذاشت و آوارگی در کوه و دشت و بیابان و زیر تهدید امنیتی و ترور رو ترجیح داد و با کاروان برادرش و رهبر عقیدتیش همراه شد. اما عبدالله ابن جعفر که پسر عموی حضرت حسین هم بود و سوابق برجسته هم در تاریخ اسلام حتی در دوران حضرت علی داشت، تلاش کرد به گمان خودش برای حفاظت از جان حضرت حسین کاری بکنه. ابتدا نامه ای رو از مدینه برای امام حسین نوشت و به دو فرزندش اون و محمد داد تا برای امام حسین ببرند. مضمون نامه اینه که انی مشفقون علیک من هذا الوجه، از این سفر بر شما بیمناکم که کشته شوی و خاندانت اسیر و درمانده شوند. با کشته شدن شما نور زمین خاموش می شود، زیرا شما چراغ هدایت و امید مؤمنین هستی. در حرکت به طرف عراق عجله مکن و خودم به دنبال این نامه خدمت خواهم رسید. بعد عبدالله میاد به مکه و با توجه به شهرت و اعتباری هم که داشت، از والی مکه که فردی به نام عمر ابن سعید بود، برای امام حسین به خیال خودش اما نامه میگیره. در این زمان امام حسین از مکه حرکت کرده بود. عبدالله به سرعت خودش رو به منزل تنعیم میرسونه. البته اون زمان در چند کیلومتری خارج مکه بوده و حالا جزء محدوده خود مکه است. در اونجا این امان نامه رو میده به امام حسین. اما امام حسین به عبدالله ابن جعفر توضیحاتی میده که مضمونش اینه که در برابر ظلم و ستم سکوت نخواهد کرد، قیمتش هرچه باشد، و اما نامه ظالمان هم هیچ ارزشی نداره. بعد میگه انی رأیت رسول الله فی منامی و امرنی به امر لابد ان انتهی الیه، یعنی امام پیامبر رو در عالم رویا دیدم و من دستوری فرموده که باید آن را انجام بدم. عبدالله میپرسه که آن رویا و دستور چیست؟ حضرت فرمود ما حدثت احدا بها و ما انا محدث بها حتی القا ربی، به احدی نگفته و نخواهم گفت تا هنگامی خداوند را ملاقات کنم. به این ترتیب عبدالله جعفر از منصرف کردن امام حسین مثل همه اونا که قبلا هم گفتیم ناامید میشه و برمیگرده به مدینه. در واقع کسی که از درک مرحله جدید جنبش باز مونده بود از گردونه خارج میشه و از این مسیر جدا میفته. اما درست در نقطه مقابل او و امثال او، زینب علیها السلام با طلاق از عبدالله و ترک اون زندگی مجلل
وارد مدار جدیدی از پرداخت قیمت و فداکاری در زندگی انقلابی خودش میشه، به طوری که مدت کوتاهی پس از اون تصمیم بزرگ و تاریخ ساز و فاصله گرفتن از اون زندگی مجلل، زینب کبرا علیها السلام در قافله اسیران کربلا بود. در ظاهر اسیر و در بند، در ظاهر اسیر و در بند و پایین ترین سطح زندگی، اما در بلندترین قله شکوه و عظمت انسان و رقم زدن حماسه بزرگ در ادامه حماسه بزرگ عاشورا، حماسه شوریدن زینب بر ظالمان و تعادل قوایی که در صدد تلز کردن مردم با اون هستند و در هم شکستن نابرابرترین شکل این تعادل، همون حماسه‌ای که به نام زینب این بزرگ زن انقلابی تاریخ تا به امروز الهام بخش زنان و مردانی است که در معرض چنین شرایطی قرار می‌گیرند. زینب علیها السلام تا روز عاشورا و لحظه به لحظه از برادرش حسین درس فدای حد اکثر رو می‌آموخت و امام حسین هم از هر جهت تلاش داشت تا خواهر عزیزش رو طوری در این مدت کوتاه تربیت و آماده کنه که بتونه پرچم انقلابی که برافراشته بود رو بعد از شهادتش به بهترین وجه در اهتزاز نگه داره. اجازه بدید اینجا برنامه رو نگه داریم و همراهی با کاروان آزادی رو در برنامه بعد پی بگیریم. خدا نگهدار همگی شما. صحبت از حسین است، نامی که از یک طرف همه شور است و عشق، همه زندگی است و فدا، همه درس آزادگی است و جاودانگی، و از سوی دیگر دین فروشی به نام او، دجالیت و ریاکاری. بی سبب نیست که در ایام محرم رژیم آخوندی بیش از هر چیزی بر طبل عزاداری به یاد حسین میکوبد، سنگ حسین را به سینه میزند و به ریا و دروغ در سوگ امام حسین ماتم میگیرد. اما در نهایت قساوت و بیرحمی، در کوچه و خیابون بر چهره و صورت زنان و دختران این میهن اسید میپاشد. اما آیا حنای دجالگری های آخوندها برای مردم ایران رنگی داره؟ البته که نه، به خصوص به این علت که در ایران ما پرچم رهروان حقیقی حسین علیه السلام همیشه برافراشته بوده، پرچم مقاومت، پرچم مجاهدت، همونها که به راه حسین رفتن و سر به آستان اون ساییدن. بگذارید در محرم حسینی به راه پویان حسین هم نگاه کنید. برپا که برچینیم رسم ارتجا، برپا که برچینیم رسم ارتجا، ای آن که بر لب داری نام حسین، بشنو کنون از ما پیغام حسین، همراه و هم پیمان با مجاهدی، از پهنه تبدار خاور زمین، ما بی اثر سازیم ساز و برگ او، هموار جز با ما نگردد مرگ او، تا که جنایت پیشگی با اسم دین، تا که غم و رنج عزیزان در اوین، گفتا جهاد است و عقیده زندگی، برخیز و بگسل بندهای بندگی، ای آن که بر لب داری نام حسین، برپا که برچینیم رسم ارتجا، گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است، کس خانمش قیامت دنیا بعید نیست،
این رستخیز عام که نامش محرم است. فلسفه عاشورا و قیام حسینی باطل و سحر هر گونه دجالگری و سوء استفاده از این حماسه پرشوره. برای آن که ظلمت مسلط شود، مشعلها را باید خاموش کرد. هر کجا مشعلی از آزادگی است، باید فرو کشته شود. این فحوای پیامی است که پیک یزید به مدینه برد، چرا که مشعلی از آزادگی در مدینه شعله می کشید که نامش حسین بود. معاویه مرد و یزید به دنبال مرگ پدرش معاویه میبایست سرسخت ترین دشمن حکومت قاسبانش یعنی حسین بن علی علیه السلام را به تسلیم و تبعیت از خود وادارد. و پیک به مدینه رسید. فرماندار مدینه ولید وقتی نامه یزید را خواند رنگ از چهرهش پرید. یا باید از حسین برای یزید بیعت بگیرد یا سر از تن او جدا کند. تلاش های ولید برای به تسلیم کشاندن حسین در بیعت با یزید بیفایده بود. مردم مدینه به خوبی دریافته بودند که حسین اهل سازش با یزید نیست. از این رو مروان دستیار ولید آخرین تهدیدات خود را متوجه امام حسین کرد. سحرگاهان جلوی کاروان حسین را گرفت و به او گفت صلاح تو در آن است که با یزید بیعت کنی و آتش فتنه را خاموش نمایی، وگرنه این آتش به دامان تو و خانوادت خواهد افتاد. امام حسین در پاسخ گفت انا لله و انا الیه راجعون. باید فاتحیان اسلام را که حاکمش ستمگری همچون یزید باشد خواند. دیگر برای ولید روشن شده بود که امام حسین سر تسلیم به یزید فرو نمی آورد. از این رو نامه یزید را به امام حسین نشان داد که نوشته بود یا بیعت کند یا او را به قتل برساند. امام حسین از فرمانداری مدینه بیرون آمد. آن شب را لختی بر مزار جدش پیامبر نجوا کرد و به خاندان خود و عده‌ای از دوستانش که جمع آنان به 21 تن می رسید شبانه بانگ حرکت داد. مسلم ابن عقیل پسر عمویش نیز در این قافله کوچک همراه حسین علیه السلام بود. قبل از حرکت برادر کوچکترش محمد حنفیه را خواست و وصیت نامه خود را به او داد که در آن از جمله نوشته بود من حسینم که اکنون از مدینه خارج می شوم و این خروج من نه برای راحت طلبی است و نه از ترس و بیم، بلکه تنها برای مصلحت مردم است. و به این ترتیب این کاروان کوچک راه خود را به سمت مکه آغاز کرد. ده خانش سرخ عبوری است با جان و دل از حماسه سرخ عاشورا. همراه شدن با اون کاروان فدا و حس لحظه های اون و آزمودن خیش در اون حماسه جاودان آزادی. برگ سوم دفتر این است. من بیم دارم که از مرگ خیش دوری کنم. من بیم دارم که از مرگ خیش دوری کنم. سربرگ سوم دفتر این است. و این
سرود میلاد کسی است که زنده ترین شد. در این سرود اندیشه کن، در این سرود اندیشه کن، عمیق عمیق عمیق. سفری عکس عبور همگان، قدمی عکس گریز از زندان. سفری عکس عبور همگان، قدمی عکس گریز از زندان. خرق یک عادت بیچون و چرا، مرگ را به خیش خواندن، مرگ را به خیش خواندن، آنگاه که بیم مرگ انسان را اسیر زندان زندگی کرده. ای دوست، ای دوست، تا بیمهای خیش را نشماری، تا صاف و صادقانه نخوانی فهرستی از هراس‌های دلت را، ادراک این پیام میسر نیست. تا صاف و صادقانه نخوانی فهرستی از هراس‌های دلت را، ادراک این پیام میسر نیست. هراس‌های ما همه از دست دادن است. هراس‌های ما تشویش کنده شدن از درخت زندگی است. و آه دل هرهامان شبان روز هول است و ترس و بیم. اما اینجا کسی برابر ماست که دل هرش از دست دادن مرگ است. چه می کنی؟ آنجا که میل زیستن زنجیر دست و پای تو شد، آنجا که میل زیستن زنجیر دست و پای تو شد، در سرزمین تنت یک عصر بردهداری تاریک را آغاز می کنی. وین حلقه ها که می تنی از زندگی به خیش، سدی بلند مانع پرواز می کنی. اینجا کسیست که مرگ را به خود می خواند، چون سروری که دربانش را. اینجا کسی است که مرگ را به خود می خواند، چون سروری که دربانش را. موسایی که فرعون زندگی را به قعر دریا می کشد، تا بردگان زنده بودن را آزاد کند. موسایی که فرعون زندگی را به قعر دریا می کشد، تا بردگان زنده بودن را آزاد کند. پیام حسین ایستادن در برابر ظلم. با پیروی از همین پیام، امروز در سرزمین ما مجاهدان راه حسین علیه السلام با ایستادگی و سرخم نکردن در مقابل بیداد به زنان و مردان ایران زمین میگن که نباید از رعب و وحشتی که در جامعه حاکم کردن ترسید و بیم و هراس به دل راه داد. نباید نشست و منتظر حوادث شد. آنگاه که ستم و جور و بیداد به تسلیم و سکوت فرا می‌خواند، باید پرچمی افراشته شود، باید سکوتی شکسته شود و بر دل تاریکی زد. با تعظیم در برابر عزم و اراده اونهایی که اراده کردند در برابر جور و ستم این رژیم بایستند و سینه سپر کنند، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا. پیمان با خون خدا، ارتش آزادی.
جگر که شده کر با بلا میهن خون با بنگر که شده کر با بلا میهن خون با آن واقع گویی شده صد مرتبه تکرار هم دیده ام اینجا علی اصغر پرپر هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار هم پیمان با خون خدا ارتش آزادی بر